بعضی وقتا با دو تا ریتم ساده و یکم خلاقیت میشه کلی کلی اثرات جدید ساخت و ابتکار به خرج داد. سلام دوستان عزیز، سهراب برات هستم. امروز می‌خوایم در ادامه مبحث در واقع مبانی ریتم توضیح بدیم در واقع قسمت دوم ویدیو قبلیه. در درس قبلی با میزان بندی آشنا شدیم و اینکه چجوری ما نوت ها رو باید کنار هم دیگه قرار بدیم و چجوری میزان ها رو بسازیم و امروز می‌خوایم یک خورده ریستر در مورد این موضوع صحبت بکنیم. ببینید اول بیایم یه دور دیگه با هم میزان ها رو با هم دیگه مرور بکنیم. قبل از هر چیزی ازتون خواهش میکنم لایک و سابسکرایب یادتون نره، صفحات اجتماعی منو فالو کنین. این کامنت های شما به من انرژی میده و کاش بدونین که خیلی 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 زحمت میکشم که به شما خوش بگذره. بریم و برگردیم. خب دوستان، حالا میخوایم از ابتدا شروع کنیم در مورد میزان، در واقع میزان بندی ها رو با هم دیگه دور مرور بکنیم، بعد در مورد نوت های نقطه دار صحبت بکنیم و بعدش در مورد سکوت ها هم صحبت بکنیم که به اندازه نوت ها، به اندازه در واقع تمام این ضرب هایی که میزنیم اهمیت داره. در واقع سکوت هم جزء مهمی از ریتمه و با سکوت میتونی ریتم های قشنگی به وجود بیاریم. بیایم یه مروری بکنیم به ریتم 4/4. گفتیم در 4/4 صورت ما تعداد همیشه در همه ریتم صورت ما تعداد نوت ها رو در میزان نشون میده و مخرج ما اسم در واقع نوع نوت رو تعیین میکنه که ما در درس قبلی یاد دادیم که به نوت سیاه مثلا میگن 4، به نوت سفید میگن 2، به نوت گرد میگن 1 و به نوت چنگ میگن 8. همینا رو در موردش صحبت کردیم. پس لازمه که حتما ویدیو قبلی رو ببینید اگر دوست دارید که درک بکنیم. ما میگیم الان مترونوم میزنیم روی سرعت 100. در مورد سرعت ها هم توضیح دادیم که 100 یعنی در هر دقیقه 100 ضرب. 2 3 4، 1 2 3 4. ببینید یعنی شما الان ببینید با این در واقع علامت ها رو که میبینید، راسکوبادا رو که میبینید، شما به راحتی میتونید ریتم 4/4 بسازید. من در ویدیو بعدی حتما براتون توضیح میدم که راسکوبادو چیه و دقیقاً چجوری ریتم رو میشه ساخت. پس اگر خیلی توضیح اجمالی دارم و کلی دارم میدم، بدونی که اینا رو مفصل میخوام وارد بشیم و توضیح بدیم بشیم. پس این میزان 4/4 ماست و این موزیکی هم توشه 4/4. چرا؟ 2 3 4. پس ما این در واقع موزیک ما 4/4 هست و هر موزیکی که توی شما میتونید توی 4/4 بزنید، مثل خیلی از کارا، خیلی زیاد 4/4 خب میزان مادره دیگه. مثلا اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره با سنها میشم. خب و الاخر بعدا یه ویدیو مجزا در مورد 4/4 ها میسازم. بریم سراغ ریتم 3/4. حالا میخوایم میزانمون رو کنیم ستایی. 1 2 3، 1 2 3. یه چیز همجور بداهه زدم توی 3/4 و بیسیکش هم حساب بکنیم چه چی؟ 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. خب حالا میزان بعدی که میخوایم مرور کنیم با هم دیگه 2/4، یعنی یه ضربه بیس میخوره و ضربه بعدی به سیمای زیر دقت کنید. 1 2 1 2. پس ببینیم اینجوری بهتر درکش کردیم. در مورد 6/8 هم یه ویدیو جدا میسازم، خب که در واقع همین 3/4 ما دو برابر میشه و میزان بندیمون هم به جای 1
دو سه میشه یک و دو و سه و یا یک دو سه چهار پنج شش. خب اینجوری بگیم بهتره. بریم در مورد سکوت ها با هم دیگه صحبت بکنیم. ببینیم ما به ازای هر نوتی که داریم یک سکوت داریم، یعنی هر وقت اونو دیدیم باید سکوت بکنیم. یه وقتایی هم مخصوصا تو آرپژ ها، حالا تو ریت ها، سکوت ماست که ریتم رو در واقع متفاوت میکنه. حالا مثلا من یه نمونه براتون اجرا میکنم. مثلا فرض کن من دارم یه حالا دیگه مترونوم میذارم، یه نو 4/4 رو میزنم. مثلا ببین میبینی این سکوت هایی که میبینید جزوی از ریتمه، در واقع اینجا زده میشه ولی شنیده نمیشه، چون من ضربش رو دارم میگیرم. ببینید دارم ضربش رو میگیرم، در واقع زده میشه ولی شنیده نمیشه. پس اینم در مورد سکوت است. در مورد سکوت نوت گرد الان علامت رو اینجا میبینیم، همه رو کنار هم میذارم اینجا، شما قشنگ اینجوری بهتر درکش میکنید که ما هر وقت این علامت ها رو در خطوط حامل دیدیم به ازای هر در واقع نوتی که اینجا میزنیم، اینجا نمیزنیم، اینجا علامت سکوتش رو داریم با هم دیگه میبینیم. پس اینو دقت کنی، هم سکوت ها رو باید بشناسی و هم خود نوت های اصلی رو باید بشناسی. و مسئله بعدی که باید یاد بگیریم نوت های نقطه داره، اینم چون میگم چون درسش رو دارم، اینم باید کامل بکنیم که ما وقتی که این نقطه کوچیک کنار نوتمون قرار میدیم، فاصله زمانی اون به 1.5 برابر تغییر میکنه. یعنی چی؟ مثلا به نوت سفید رو مثال میدم، یه نوت سفید نقطه دار مساویه یه نوت سفید به اضافه یکی از خودش کوچیک‌تر که چیه؟ نوت سیاهه. یا یعنی اینکه وقتی میگیم سیاه نقطه دار، یعنی یک نوت سیاه به اضافه یک نوت چنگ که فاصله زمانیش چقدره؟ 1.5. که اینا رو در واقع رو خطوط حامل خیلی به درتون میخوره، ولی داخل ریتما هم داریم. همینطور که در مورد ملودی زدن، شما اینو غریزی خیلی وقتی اینو انجام میدید ولی شاید نمیدونید که در واقع اینا نوت های نقطه دار هستن. تا همینجا که بهتون گفتم فکر میکنم کافیه. در درس های بعدی بیشتر رو ساز گیتار ما رو میدیم، یکم ریتما رو با هم دیگه مرور میکنیم، انواع ریتما رو با هم دیگه میشناسیم و هر جو سوال داشتین از من بپرسین. صفحات اجتماعی رو یادتون نره، دمتون گرم، خیلی ممنون، دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین، شب و روزتون بخیر.